رئیس جمهور غنی در نخستین سخنرانیش پس از حمله های خونین پایتخت از بازداشت 11 هراس افکن سخن میزند و میگوید که این مردان در چندین عملیات نیروهای امنیتی از کابل و دیگر ولایت های کشور بازداشت شدند. 11 نفر نیول سوی دی او ریخ کشف سوی دی دی ریخ معلوم دی طالبان مسئولیت نیوله، البته حق طالبان چه نه ده خدای لاره پیزنی نه ده رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شریعت من. رئیس جمهور غنی باز هم پاکستان را مرکز طالبان می خواند. اوس ده پاکستان ده حکومت ده تصمیم وقت را غله چه حق شای چه زان ده پاره منی طول جهان ده اسلام ده پاره منی او یای دوی تصویر داده چه تنها ای دوی علما پیگی او نور علما پتن پیگی. رئیس جمهور غنی تاکید می‌ورزد که در حال حاضر افغانستان در میدان سیاست خارجیش پیروز شده است و نیاز است برای اصلاحات و همگراهی ملی در کشور تلاش شود. رئیس جمهور غنی در این سخنرانیش از نهادهای استخباراتی کشور نیز انتقاد می‌کند. ضرورت اصلاحات واضح است، مخصوصا در نهادهای کشفی ما که بعضی اوقات اطلاعات نادیده می‌گیرند و ضرورت اقدامات واضح و تشخیص می‌شود. رئیس جمهور غنی میگوید که روز شنبه برنامه امنیتی کابل بازنگری خواهد شد و نیز وضعیت فرماندهی های پلیس همه ولایت های کشور بررسی شدند و در این باره اصلاحات به وجود خواهد آمد. دولت افغانستان باید عملا دستاوردهای را که در این زمینه داشته و اقدامات بعدی که به صورت عملی میخواد انجام بده چیست؟ آیا رابطه خود قطع میکنه؟ آیا تروریست ها را اعدام میکنه؟ آیا شورای عالی صلح دروازش میبنده؟ چیکار میکنه؟ مردم منتظر نتیجه کار است. رئیس جمهور حمله های خونین در کشور به ویژه کابل را حمله به شهروندان افغانستان میخواند و تاکید میورزد که این حمله ها پاسخی در پی خواهند داشت.